درودی به گرمای مهر میهن بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان دفتر دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک را و آخرین خبرها و نظرها میگوشه این با مروری بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب چهارشنبه شانزده همه دی ماه ایرانی همچنان انتخابات و هواشی پیش آمده با تازه ترین اظهار موازه روزنامنگاران ایرانی از کم و کیف نامزدها و آزمون خبرگان رهبری و شخصیت حضور یافته و یا بعضا حضور نیافته واکنش ها به دیدار عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان با آیت الله علی خامنه همزمان با بحران روابط میان ایران و عربستان و از سوی دیگر سفر امام علی رحمانوف دیگر رئیس جمهور پارسیگوی منطقه به عربستان بحران سنگین در بازار ارز ایران و نزدیک شدن نرخ ارز به چهار هزار تومان ایرانی همینطور شاخ و شانه کشیدن های موشکی سپاه پاسداران با رونمایی از دومین شهر موشکی در ایران اظهارات حسن روحانی در دیدار با وزیر خارجه دانمارک و در حوزه خارجی باستاب گسترده اظهارات همراه با اشک و آه باراک اوباما در قبال قانون کنترل حمل سلاح در این کشور سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه شانزدهم دی ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به روال معمول همه شبها به آگاهی شما خواهد رسید. همینک و در بخش نخست با چند خبر کوتاه همزمان با آمیزه ای از روزنامه ها و برگزیده مطبوعات برنامه را پی میگیریم. انتخابات خودسری های خودسرها و گمانه ها از انصراف حسن خمینی همچنان بر صدر خبرها جای داشت بر اساس تازه ترین گزارش های منتشره از جمله بر اساس گزارش خبرگزاری های رسمی ایران همچون ایرنا و ایسنا به نقل از یک عضو خانواده خمینی خبر داده شد که حسن خمینی از نامزدی مجلس خبرگان رهبری انصراف نداده و از وی نیز برای شرکت در آزمون علمی دعوت نشده است ولی سخنگوی شورای نگهبان گفت که اطلاعیه رسمی به منزله دعوت از همه داوطلبان بود قبلا شماری از سایت های خبری از جمله خبرگزاری تسنیم گزارش داده بودند که شورای نگهبان با فرستادن پیامک از حسن خمینی برای شرکت در آزمون انتخابات خبرگان دعوت کرده است اما علی خمینی دیروز سهشنبه 15 دی ماه در گفتگوی با خبرگزاری های اصناب و ایرنا این خبر را تکذیب کرد و گفت که از سوی شورای نگهبان هیچ دعوتنامه یا پیامکی برای حسن خمینی فرستاده نشده است ایشان گفت که حسن خمینی در زمان برگزاری آزمون علمی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سر کلاس درس و مشغول تدریس بوده است در این میان روزنامه اعتماد مطلب اصلی صفحه یک شماره امروز رو با درجه تصویری از کلاس درس حسن خمینی در روز امتحان منتشر کرد و در گزارش مبسوط با عنوان کلاس درس سید حسن روز امتحان اشتهاد به کم و کیف محتوای کلاس درس این روحانی برآمده از خاندان خمینی و همینطور عملیات ایزایی و گاه و بیگاه شورای شش نفره فقهای نگهبان علیه ایشان تحت عنوان آزمون از نامزدها پرداخت اعتماد در این گزارش به قلم محشید ستوده با اشاره به کلاس درس حسن خمینی نوشت که ساعت نه صبح مدرسه دارا شفای قم سید ۴۳ ساله لپتاپ به دست وارد مدرسه دارا شفای قم می شود کلاس درس خارج فقه هست سه سال از آغاز این کلاس ها می گذارد. مبحث روز نیز مکاتب محرمه است با 130 طلبه بر اساس گزارش روزنامه اعتماد اما کلاس اصلی پس از آن آغاز می شود کلاس خارج اصول متفاوت از سایر کلاس هست شش سال از آغاز آن میگذرد و تعداد, تعداد بالای شاگردان باعث شده که محل برگزاری این درس به نمازخانه انتقال یابد حالا 300 نفر طلبه گوش به سخنان او سپردند در هر روی روزنامه اعتماد با این گزارش در واقع کوشی تا ثابت کند که این فقیه جوان نزدیک به محافل اصلاح طلبان را نیازی به آزمون نیست و اگر فقهای شورای نگهبان چنین کنند همانا نیتی دیگری دارند که در راستای ایجاد موانع برای راهیابی این روحانی میان سال جوان است ادامه می‌دهم البته مطلب اصلی دیگر اعتماد نیز انتخاباتی بود و به عنوان مهر اول تایید صلاحیت ها در واقع به آخرین وضعیت کاندیداهای مجلس و بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی پرداخت بر اساس این گزارش عمده افراد تایید صلاحیت شدند اما رد صلاحیت شدگانی نیز به چشم خوردن که تا حدودی جای شگفتی داشت آن هم از سوی های اجرایی که عمدتا و روالا بنا را بر تایید صلاحیت میگذارند که با یک فرایند استعلام چهارگانه همه رو تایید صلاحیت میکنند از جمله رد, رد, صلاحیت شدگان جواد خیابانی مجری معروف تلویزیون بود که گویا مشکل مدرک تحصیلی داشت که البته رد صلاحیت شدن حمید رسایی از نمایندگان تنروی موسوم به دلواپس دیگر چهره مشهور رد صلاحیت شدگان بود که گویا در برنامه دیشب آن سوی خبر از سوی همکارانم به آگاهی شما بینندگان عزیز رسیده بود در هر روی روزنامه های بیشماری در این راستا عدم حضور حسن خمینی رو پوشش داده بودند. از جمله روزنامه اسرار اما در این میان روزنامه ای آرمان که غالبا به مسابقه تریبون و ارگان مطبوعاتی هاشمی و حسن خمینی عمل میکند از حضور و عدم حضور حسن خمینی برای آزمون خبرگان رهبری با عنوان ادامه شایعات علیه یادگار امام یاد کرد و به نقل از برادر این روحانی میان سال نزدیک به محافل تحول خواهی ایران خبر داده که سید حسن انصراف نداده است بر اساس گزارش روزنامه های امروز آزمون خبرگان رهبری تحت عنوان امتحان اشتهاد با 400 داوطلب انجام شد و گویا چند نفر 150 نفر نیز حضور نیافتند که بخش از آنها اعلام کرده بودند که به خاطر عدم دریافت هر گونه دعوتنامه بوده است که این موضوع خود محل نزاع میان شورای نگهبان از یک سو و نامزدها از سوی دیگر شده چرا که سخنگوی شورای نگهبان گویا گفته که اعلام عمومی و اطلاعیه و فراخوان رسانه ای در واقع همان دعوتنامه است که حسب تحلیل دفتر صفحه یک از آنجا که همه اعضای انتصابی ارکان نظام از تعداد زیاد نامزدها اظهار نگرانی کرده بودند و بعضا حتی ابراز ترس و حراس نمودند این کار می تواند با هدف ریزش برخی از نامزدها به طور سازماندهی شده صورت گرفته باشد چرا که این روزها فقهای های نزدیک بلی خامنه ای از جمله احمد جنتی و امولی لاریجانی مدام از ورود عناصر فتنه و نفوزی ها در لوای به تعبیری تعداد زیاد نامزدها هشدار داده بودند و اظهار نگرانی کرده بودند ادامه میدم با سایر مطالب و موضوعات برگزیده تحلیل ها حول سفارتسوزی و نقد ها از این عملکرد کرده تندروها هر روز تندتر می شود روزنامه شرق در شماره امروز خود یادداشت اصلی را به عنوان اعتراض به عربستان یا برجام به قلم صادق زیبا کلام اصل حادثه را منتصب به کسانی دانست که هیچ دل در گروه منافع ملی ندارند و همانانند که با اصل توافق ای هم حتی مخالفت می برزیدن. این استاد دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به قطع روابط دیپلماتیک سعودی و بحران با ایران و کاهش روابط ایران و امارات و اخراج سفیر ایران از سودان همینطور قطع کامل پروازهای بحرین نوشته بود که هیچ کدام از اینها البته برای تفکری که پشت حمله به سفارت عربستان قرار دارد اهمیتی ندارد به نظر نمی رسد برای مهاجمان مغوله به نام منافع ملی اصلا اولویتی داشته باشد پنج سال پیش هم آنان مشابه همین برخورد را با سفارت انگلستان در تهران انجام دادند زیبا کلام با اشاره به بسته شدن سفارت انگلستان در تهران نیز یادآور شد که به جز آنکه میلیارد ها دلار ضرر و زیان برای ایرانی ها به بار آورد حتی یک دستاورد مثبت هم در آن نمی توان سراغ گرفت سکوت برخی مسئولان کشور در قبال این رفتارها به زمه وی دست کم غیر مستقیم باعث دلگرمی مهاجمان می شود اگر دولت مردان ما یک بار و برای همیشه در مقابل این رفتارها نیستن این خنجر از پشت خوردن ها به منافع ملی ما متاسفانه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد در همین راستا در همین زمینه و مضمون روزنامه قانون نیز در سرمقاله ای با نام مشکل اساسی اینجاست با طرح پرسش هایی، اساسی و بنیادین اصل و اساس تکروی ها و تندروی های گروه های خودسر رو به چالش کشند از جمله میپرسید آیا میخواهیم یا میتوانیم یک تنه همه مناسبات موجود جهانی را بر هم زنیم و خود به پدید آوردن نظمی جدید رو آوریم آیا مناسبات موجود هیچ سودی ندارد و حرکت به سوی هرج و مرج بین المللی نفع بیشتری برای ما دارد آقای جعفر گلابی نویسنده روزنامه قانون در شرح مصادیق موضوع به طور ضمنی این گونه رفتارهای هنجارشکن را با مدل رفتار سیاسی محمود احمدی نژاد پیوند میزد همسان دانست و با ذکر نمونه گفت آیا با چنین تصوری دشمنان و رقیبانمان سوء استفاده نمی کنند چنان چه ما را چنان گرفتار کردند که در دولت پیشین یک معامله ساده و خرید فروش میسر نبود و دولت گاهی در وسط اقیانوس ها نفتی میفروخت و کالایی می خرید قانون موضوع اصلی شماره امروز را به تقیان دبیر علیه شهردار تهران نیز اختصاص داد. دبیر جوان ورزشکاری است که سالیان نیست یعنی ده سال است در واقع در شورای شهر تهران یکی از رکنی ترین نهاد مدیریت شهری پایتخت فعالیت می کند. در اساس گزارش روزنامه قانون اظهارات جدید علی دبیر علیه باقر قالیباف به ویژه با موضوع تایید فساد در شهرداری تهران از جنس سخنان همیشه گیش نیست چرا که علیرضا دبیر علاوه بر عضویت در شورای شهر تهران رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز هست و منطقا باید فردی آگاه به مناسبات و محاسبات پولی و مالی مدیریت شهری باشد و فرد بی سابقه و ناآشنا به مسئولیت‌های حقوقی سخنانی که به زبان می‌آورد نیست بنابر گزارش روزنامه قانون علیرضا دبیر دو روز قبل در مصاحبه با اشاره به تذکر رحمت الله حافظی و ابوالفضل قناعتی در خصوص فروش عراضی تپه های عباس به شهردار تهران اظهار کرد که شهردار تهران پاسخ این دو عضو را نمی دهد و به طور مداوم از فعالیت های انجام شده در این عراضی دفاع می کند این عضو شورا اتهاماتی را به بی مالی در شهرداری مطرح کرد و گفت که اگر می دانستم شهرداری اینقدر تخلف مالی دارد به راحتی به شهردار تهران رأی نمی دادم. دبیر انتقاداتی را نیز متوجه اعضای شورای شهر و در واقع همکاران خودش کرد و گفت که اعضای شورا خود را در برابر تخلفات شهرداری به خواب زدند. <موسیقی> کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با آخرین و تازه ترین خبرها و موضوعات از روزنامه های منتشره هر روز ایران در ایران فردا سفر عبدالله عبدالله به تهران و دیدار با علی خامنهای و مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی آن هم در حیاهوی تنش های پیش آمده میان عربستان و ایران بسیار مرتوجه ستون نویسان و گزارشگران واقع شد البته گمانه هایی نیز از ناکامی روزافزون سیاست خارجی و منطقی جمهوری اسلامی در قبال تنظیم روابط با کشورهای منطقی حتی کشورهای دوست و همتوار نیز مشهود است چرا که همان گونه که آگاهید امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان رنجور از عمل کرده جمهوری ولایت فقها که یکی از مخالفین سرسخت رئیس جمهور تاجیکستان را در کنفرانس موسوم به وحدت اسلامی به تهران دعوت کرده بودند در قوقای نزای دیپلماتیک در واقع بین عربستان و ایران به ریاض سفر کرد و آمدن عبدالله عبدالله به تهران نوعی کنار زدن زوایای چندگانه در واقع معادلات چند قطبی قدرت در منطقه است از جمله اینکه مثلا تاجیکستان از سوی قطر و عربستان و حتی بعضا ترکیه پشتیبانی می شود و عبدالله عبدالله و نه البته اشرف از سوی جمهوری اسلامی ایران در هر روی پیچیدگی های عالم سیاست سنگین است برمیگردیم به گزیده ای از گفتگوی که روزنامه شرق با دکتر عبدالله عبدالله انجام داد دکتر عبدالله از تنش ایران و عربستان ابراز تأثیر کرد در بخشی از این گفتگو از وی سوال شد که در چند روز گذشته روابط ایران و عربستان دچار تنش شده موضع افغانستان نسبت به این مسئله چیست که پاسخ داد ما خود را متأثر از هر مسئله‌ای که در سطح منطقه و فراتر از منطقه باعث ایجاد تنش شود میدانیم امیدواریم شرایط امروز با هر عاملی که بوده موقتی باشد شرایط امروز به نفع هیچ کس نیست و خصوصا زمانی که تنش ها شکل فرقه ای به خود بگیرد بزرگترین آسیب برای سلامت منطقه و برای مسلمانان خواهد بود روزنامه شرق در ادامه از وی پرسید که اگر تنشها ها در منطقه تشدید شود موزه افغانستان چه خواهد بود چرا که پیشتر افغانستان درباره مسائل یمن با بیانیه از موزه عربستان حمایت کرده بود گفت که بیانیه که از سوی ارگ صادر شده بود به نفع هیچ کشوری نبود و البته این مسئله به ماهای گذشته باز میگردد اما ما به عنوان مردمان این منطقه وقتی میبینیم تنشها ها بالا میرود متأثر میشویم ادامه برنامه ها دمی و دقایقی دور از جهان سیاست سری میزنیم به معضلات و موضوعات اجتماعی در ایران که آن هم امروز بسیار پررنگ بود در برخی از روزنامه ها از جمله بحران بیکاری جوانان ایرانی همینطور بحران ازدواج و در عصر جدید البته بحران اینترنت و تنهای تلگرام که از سوی حکومت اسلامی به مسابه چماق و هویج به کار گرفته می شود در هر روی روزنامه امتیاز به نقل از رئیس سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که 11 میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج هستند انوشیروان محسنی رئیس سازمان بهزیستی کشور با ارائه آماری اعلام کرد که در سال 92 میانگین سن ازدواج در مردان 28 سال و در زنان 24 سال بود به گفته وی در حال حاضر یک میلیون دختر مجرد بالای 30 سال در کشور زندگی می کنند. این روزنامه در موضوع دیگر به نقل از معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد که فیلترینگ تلگرام را نیاورد یعنی پس از مدت ها کشمکش ها میان دولتیان و نظام قضایی و شهروندان ایرانی تا اطلاع سانوی تلگرام در ایران به کار خود ادامه خواهد داد همچنین در بازخانی موضوعات و معضلات اجتماعی روزنامه جهان صنعت از لشکر جوانان بیکار در کشور خبر داد که جویندگان کار زیر سی سال دوونیم برابر نرخ عمومی کشور است. و فراز و فرود نرخ ارز پس از تنش های به وجود آمده میان ایران و عربستان چشمگیر است تا جایی که روزنامه اقتصادی کشور از گذر دلار از عبور کردن دلار از مرز 3700 تومان خبر دادند که باز به اذعان این روزنامه ها پس لرزه تنش های منطقه در بازار ارز بوده است و با تقبری از ایالات متحده آمریکا برنامه امشب را به پایان میبریم خبری که البته بخشی از آن در برنامه دیشب آن سوی خبر به آگاهی شما بینندگان عزیز رسید اما صحنه های تازه از اظهار بغز و عشق باراک اوباما به هنگام ضرورت و نقش سخنش در ضرورت کنترل سلاح در این کشور به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس باراک اوباما دیروز شنبه لابی قدرتمند طرفدار مالکیت خصوصی اسلحه را متهم کرد که کنگره این کشور را به گروگان گرفته است و افزود اما آنها نمی توانند آمریکا را به گروگان بگیرند رئیس جمهوری آمریکا در بخش از سخنانش در حالی که با یادآوری کشته شدن برخی از مردم از جمله شماری از کودکان در این گونه خشونت ها به شدت متاثر شده و اشک بر گونه هایش روان بود گفت مقررات جدید توطعه برای خلع اصلاح همه مردم نیست بلکه هر کس که مشخص شود سوء سابقه ندارد می اسلحه بخرد بخش های از اظهار تأثر باراک اوباما همراه با اشک و آه ویرا، می بینیم که سانیه هایی دوچار سکوت نیز می شود. Every time I think about those kids, it gets me mad. و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد از شما دعوت میکنم خبرهایی همچون رونمایی موشکی جمهوری اسلامی و واکنش جهانی در قبال این رویداد بحران بی امان پناهجویان جان باخته در سواحل مرگ یونان و ترکیه و تازه ترین انفجار و آزمایش یک بمب هیدروژنی از سوی کره شمالی را to layingنگ bear the, the, the part... در سوی خبر ببینید که بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد تا درودی دوباره و شامگاهی دگرار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود.